الدروازين يا ربي. بس الدروازين پلیسی که ما کار در کارهای خود یک مقدار در خانه میبریم، اما مجبور هستیم به کارهای خانه و آشپزی و به میمان و به اینا رسیدگی بکنیم و من بسیار زیاد خوش هستم از فامیل، از خانواده خود، بخصوص از شوهرم و از خواهرم، از همشون بسیار راضی هستم. من لیلا عربشایی هستم، ماستر ترینر بخش تجارت. چی از لحاظ مواد آموزشی که در دسترس داریم و چی از لحاظ از اینکه ما شما تجربه بسیار خوبه، تجارتی اجتماعی که شریک میسازیم، تجارب کاری که شریک میسازیم، ما شما میتونیم بسیار خوب زمانی که یک قوانین داشته باشیم، مقررات داشته باشیم، خوبتر کار بکنیم. آرامش برای مشتریان با وجود می آورد. جایی که چه قسم مثلا از چی لحاظ شما آرامش را فکر میکنیم؟ شما چی فکر میکنیم؟ یعنی واقعا خیلی آدم خوشحال میشه یکی در فکر مشتری خواسته، بعد یک الگو برای خود میشه. مثلا مشتری که خیلی رفت آمد میکنه در آرایشگاه ما، شما تلفنشون میگیریم، عید مبارکه براشون میدیم. آفرین. کمک کارمندان و دیگران هم نیاز داری؟ نه، های دیگران نیاز داریم. بله. تا مشتری نباشه ما به هر روزه کارگر داشته باشیم، اونا این خدمت کنه، کار کنه، مشتری نباشد تمام کار از ما بدون فایده. بسیار خوب. بالاخره اینمی کارکردهای باعث چی میشن؟ باعث تضمین میشن، یک ضمانت میشه، یک اطمینان پیدا میکنم، یک اعتماد پیدا میکنم در بین کی؟ در بین همو اجتماع مشتریای خود. خب مهارت ها را جذب میکنم. کدام مهارت ها را؟ مهارت های کاری را دید؟ مهارت هایی که مثلا از لحاظ تولیدی باشن، از لحاظ حرفه‌ای باشن، از لحاظ مسلکی باشن، تمام مهارت ها را جذب کرده میتونم. منابع، هم منابع انسانی رو بسیار خوب میتونم جذب بکنم که از کدامش چی رقم استفاده بکنم. آیا معلد است؟ آیا کارمند مسلکی از اداره بسیار خوب کار کرده میتونم؟ و یا منابع پولی را بسیار خوب از این طریق میتونم پیدا بکنم؟ یعنی سرمایه خودم با مرور زمان چی بکنم؟ همین مالک تجارت خوشنامی داشته باشه، یعنی شهرت داشته باشه، که مثلا این خیلی لباس های با دیزاین های روز و مدای خیلی خوب همین تولیدات خوره داره، مثلا دیزاینش اروپاییه یا ترکیه یا نمیدارم ایرانیه، این چیزا بیشتر افغانی خوششان میه، باید شهرت خوبی داشته باشه. یعنی ما به دیگه کسا چطور ضرورت نداریم؟ مثلا به فعالین اجتماعی، کسایی که در اجتماع هستن، مثل کلان های منطقه، بزرگان، ریش سفیده ها، ملای ماما، کل از اینا کسایی هستن که ما را کمک میکنن، مشورای خوب میدن، یکانه کسایی هستن که اونا برای ما در قسمت معرفی، فرهنگ، بسیار نظر خوب، کلتور، رسم و رواج، طرز برخورد، طرز استفاده از همون محصولات ما، کل چیز برای ما شما چی میکنن؟ مشوره میتونم، همکاری میکنم، راهنمایی میکنم. بامیان یک گانه ولایت است که فعلا برای من زیاد واقعا از لحاظ امنیتش، از لحاظ از اینکه مردمش بسیار فرهنگ دوست هستن، مردمشون آماده هستن، همکار بسیار خوب هستن. و این خاطر من تقریبا از سالهای 2005 به بعد به ولایت بامیان کار کردیم، این نو نیست. اما اکثرا رفت آمد دارم، چون به کابل زندگی میکنم، یک خانه موقتی در بامیان دارم، خانه کرایی قسمی که شما میبینید، یعنی من یک وزک زندگی میکنم امگون با مردم خود بامیان. زمانی که میخواییم کار بکنیم با مردم، حتما کوشش بکنیم مردم هم
بسیار زیاد تشویق بکنیم، بسیار زیاد برایشان امیدواری بدیم، علاقه مندی بدیم، به خاطر که نمیشه که بگوییم شما نمیتونین، به خاطر که سواد ندارین، شما نمیتونین، به خاطر که مشکلاتتانی است که راهایتان در دور است یا فاصله های راز دور است، یاد مشکل ترانسپورتی دارین نی. ما به کار خانه مشکل نیست کار کردن خانه، چون هر زن و هر زن افغان فضل خدا در مجموع کل زن و زنای افغان فضل خدا از این مهارت برخوردار هستند. من یعنی همیشه منتظر ازی هستم که مردم چقدر مرا میپذیرن، چقدر مردم علاقمند کار ما و علاقمند ازی هستند که ما با ایشان دانم تو محیطا باشیم. که خوشبختانه بعد از رژیم دوری طالب هم تانستم که به تحصیلاتم ادامه بدم و هم در پلیسی بعض کاروبار را شروع کنم. یعنی در جریان دوری طالب هم کارهایی که زیاد میکردم صنفای آموزشی داشتم بر طبقه کسایی که سواد باز مانده بودن یا بی سواد بودن، دو کتگوری بودن. بعدا از سال 2005 به بعد من کار خود با بعض ارگان های دیگه هم که مثل فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان یا افغان وومن بزنس فدریشن که میکنه همراه از اونا کار بار خود شروع کردم. خانم ها نهایت مشکلات اقتصادی زیاد مواجه هستن و اونا میخواین برشان زمین های کاری از هر لحاظ باشه، چی حرفوی باشه چی مثلا باشه، اونا مزبرت دارن که شوهرمون کلاب کار خوب بسازیم، مشترک کار میتونیم، شیشه کار شیشه کار میتونیم.